در انفجار روز شنبه در ولایت بلخ 5 خبرنگار زخمی شدند. حمله بر خبرنگاران واکنش‌های زیاد درونی و بیرونی را به همراه داشته است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، توماس توست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، وزارت خارجه ایران، سفارت آلمان در کابل، کمیته جهانی مسئولیت خبرنگاران و شماری از نهادها و کشورهای دیگر این حمله را نکوهش کردند. مزار شریف شهر که پر خبری اعلان باندې برید سوی دی، دا برید د سختی غندنی وار دی. له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د خبری اعلان د امنیت لپاره کوچلي ګامونه واخلي او د داسې پیښو تکرار مخه ونیسي. از سوی هم شماره از خبرنگاران از حکومت سرپرست میخواهند که در تامین امنیت آنان بیشتر تلاش کند. اگر مشکلات جانی خبرنگارا روی زو افزوده شوه، فکر کنم خبرنگارا دست از کار خواهد کشید. جای نگرانی است. ما از حکومت سرپرست میخواهیم که یک میکانیزم روشن را در جهت تامین امنیت خبرنگاران روی دست بگیرند. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که امنیت خبرنگاران در تمامی بخش های کشور گرفته شده است. د اسلامی امارت د راتلو سره په ټول هیواد کې د یوه خبریال د قتل پیښه موږ نه لرو. طبیعي خبره ده، دا راز پیښې په هر ځای کې امکان لري او دا داسې یو لومړنۍ پیښه ده، هغه هم چې خپله د دوی د سال انګاری او د بېغوري سره رامنځته شوې وه. در همین حال اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان میگوید که در انفجار روز گذشته نزدیک به 14 خبرنگار زخمی شدند. متاسفانه که در این برنامه انفجار صورت میگیره، یک نفر از همکارای رسانه ما شما به نام حسین نادری شهید میشه و 14 تن از همکارای ما شما در رسانه مختلف کار میکردن اینا زخم برداشتن. به روز شنبه هنگامی که خبرنگاران در مراسم در مرکز فرهنگی و اجتماعی تبیان گرد آمده بودند، انفجار رخ داد. وزارت امور داخله شمار زخمیان این رویداد را 8 تن به شمول 5 خبرنگار و شمار کشته شدگان آن را 1 تن اعلام کرد.